خب خیلی از شماها ممکنه از نرم افزارهای دیگه سویچ کرده باشید به فاینال کات. قبلا با پریمیر کار کردید، اوید، ادیوس یا هر برنامه دیگه. یک سری کات اونجا داشتید که دائما ازشون استفاده می‌کردید و می‌خواید اینجا هم همون کات ها به اون دستورها نسبت داده بشه. به طور مثال توی نرم افزاری که شما کار می‌کردید سرعت رو مثلا کامند وای تغییر میداده اینجا کامند ج تغییر میده و حالا میخواید اون رو عوض بکنید برای تغییر شورتکات ها ما چی کار میتونیم بکنیم شما میاد توی Tools Keyword Layout Customize و این آیکون کلید رو در واقع مذارات میخوام قفل رو میزنید تا قفلش باز بشه اگر قفل باشه شما کاری نمیتونید بکنید تغییری نمیتونید بدید من قفل رو باز میکنم دستوری که مد نظرمه رو باید اینجا تایپ بکنم قبل از اینکه بخوام این قسمت رو توضیح بدم اجازه بدید این ظاهر اینجا رو یه مقدار با هم بررسی بکنیم کلیت های قرمزی که شما اینجا بینید یعنی سیستم عامل اپل از این کات ها داره استفاده میکنه پس چون سیستم عامل داره استفاده میکنه طبیعتا توی فانکات شما نمیتونید ازشون استفاده بکنید به طور مثال کامند آلت دی داک شما رو هاید یا شو میکنه پس نمیشه از کامند alt دی توی اپل استفاده کرد توی یک فاناکات استفاده کرد خب اگر من اینجا بیام کامند آپشن دی رو نگاه کنم میبینی که شما قرمزه نکته دیگه که وجود داره صفحه اول کلیتان با فشار دادن اونها یعنی آی او بدون هیچ گونه کلید دیگه ای صفحه دوم همونطور که شما ام CMD همراه با کامندن حتما شما با کامند C به عنوان کپی و کامند V به عنوان پیست آشنا هستید کامند H به عنوان هاید کامند Q برای ترک برنامه و حالا یک سری شورتکات دیگه قسمت سوم شیفت چیزهایی که همراه با شیفت هستن شیفت زی اگر شما دیده باشید میشه باش اگر پنجره شما خیلی بزرگ باشه اونو اندازه کرد در واقع فیتویوش میکنه قسمت چهارم آپشن شورتکات های که راه با آلت یا همون آپشن هستن پنجم کنترل و آخر خب حالا من چطوری میتونم به یکی از این کلید ها یک چیزی رو نسبت بدم به طور مثال من راستش بخواهیم من خیلی دیدم که کسانی که توی عوید قبلا کار کردن با مثبت و منفی روی کیبورد خیلی راحت ترن تا کامند مثبت و کامند منفی که توی اپل هست اول این رو بگم که برای از بین بردن یه شورتکات شما چی کار میتونید بکنید شما میاد روی اون قسمتی که میخواید حذفش بکنید مثلا کامند شما همینطور که اینجا میبینید کامند به علاوه مثبت یا همون مساوی روی کیبوردتون زوم شماست زوم این شماست و برعکسش با منفی زوم آوت شماست من این آیکون رو درگ میکنم بیرون یک صدای پوف میده و از حالا به بعد دیگه این شورتکات خالیه برای اینکه چیز دیگه بهش نسبت بدم خب اینجا اگر بیام شما میبینید که اینجا نوشته تایم کد انتری و تایم کد انتری ممکنه شما از این دوتا نخواهید زیاد استفاده بکنید تایم کد انتری در واقع این هست من اگر اینجا مساوی رو بزنم میتونم بلا فاصله بعدش بزنم مثلا یک ثانیه و مزار میخوام یک دقیقه و هفت ثانیه و دوازده فریم من بلا فاصله میبره توی همون زمان یک دو صفر سفر فریم یک دقیقه و سفر ثانیه و سفر فریم یا حالا هر زمانی که شما بخواید خود من به شخصه با زدن تب خیلی راحت ترم هر وقت شما توی تایم لاین باشید یا توی کنواس باشید اگر تب رو روی کیبوردتون بزنید میتونید تایم کد بزنید مثلا دو ثانیه یا اینجا دو ثانیه خب شاید به شخص من خودم خیلی دوست نداشته باشم که این شورتکات رو نسبت بدم به یا همچین چیزی که میتونم جور دیگه بهش دسترسی داشته باشم پس میام اینجا تایم کد انتری رو میکشم بیرون ببخشید من یه اشتباه بدی کردم من ریستش میکنم برمیگردیم به شریط عادی این عنوان و این عنوان رو من میکشم بیرون میزنم زوم این نسبتش میدم به کلید مساوی هم مثبت زوم آت منفی از حالا به بعد من آخرش هم میتونم قفل رو دوباره بزنم از حالا به بعد اگر من مثبت رو روی هم بزنم بزرگ میکنه منفی رو بزنم کوچیکش میکنه شما اگر خواستید لیات کیبوردتون رو میتونید سیو بکنید و هر جای دیگه هم که خواستید به خودتون ببرید یه فایل خیلی خیلی کوچیک درست میکنه که حجمش خیلی کمه و هر جای دیگه که خواستید میتونید از طریق لود کیبورد شورتکات اون رو لود بکنید خب اجازه بدید یه دستور دیگه هم اینجا با هم نسبت بدیم مثلا من از منوی ویندو ارنج لیات تو آب خیلی خوشم میاد برای دیدن خیلی از چیزا لیات خیلی مناسبیه اما هیچ شورتکاتی نداره من میخوام بش یه شورتکات نسبت بدم میام توی تولز کیورد لیات کاستومایز قفل رو میزنم باز بشه شورتکاتی که من میخوام نسبت بدم کامند سه هست پس میام تو قسمت کامند همونطور که میبینید سه خالیه و اینجا تایپ میکنم تو اپ این آیکون رو درگ میکنم روی سه اف سه و حالا اگر دوباره قفل رو بزنم ببندم اگر کامند سه رو بزنم لیات تو اپ هست و کنترل یو همونطور که خاطرتون هست لیات استاندارد من خب امیدوارم از کاستومایز کردن کیبوردتون بتونید بهره بیشتری از فاینال ببرید